دوستان عزیز، منتظر خانم دکتر نسترن زنوسی هستیم که ایشون یک سفری داشتن به ایران و حتما آشنا هستید. در مصاحبه‌های قبلی ایشون یه چیزی به من گفتن که خیلی جالب بود. گفتن که من میخوام فقط یادآوری کنم به بینندگان که کمک کنن، لزوما نه به ایشون، چون ایشون احتیاج به کمک نداره، ولی گاهی وقتی ما احتیاج داریم که یادآوری بشه بهمون و بتونیم به دیگران کمک کنیم. خانم دکتر زنوسی سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید. شما ماشاءالله اینقدر پر جوش و خروش و پر انرژی هستید، از این سفر اقیانوس ها تشریف میارید، میرید جای دیگه، سفرهای دیگه، ولی خوشحالیم که شما در شهر هستید و فرصتی هست تا با بینندگان صحبتی داشته باشید. چه حال، چه خبر، بفرمایید، با شما هستیم. سلام آقای نصابی، خیلی متشکر، خیلی ممنون از شما. سلام به بیننده‌های محترمتون. من تقریبا آخر مارچ از ایران اومدم، یعنی برای 10 روز رفتم، از شب قبل از عید تا دهم اردیبهشت، ببخشید، دهم فروردین، و تقریبا 10 روز دیگه هم یا کمتر دارم برمیگردم. البته میرم بلوچستان، بیشتر سیستان و بلوچستان. خیلی متشکر از وقتی که دادیم، خیلی واقعا سپاسگزار هستم از حضورتون. خواهش میکنم. خانم زنوسی، دفعه قبل صحبت که با شما کردیم، دوستان بعضی هاشون سوالاتی داشتن، حتی برمیگرده به بنیاد کودک، ملاقات شما با همسر بیل گیت، خانم ملیندا، و گفتیم اگر مایل باشین ما این سوالات رو مطرح کنیم، شما پاسخ بدید. یک دنیا تشکر، خواهش میکنم آقای. یکی از اونا همین ماجرای ملاقات شما با خانم همسر بیل گیت ملیندا است که میدونیم ایشون الان ممکنه نباشن، ولی تا چند مدت پیش پولدارترین، ثروتمندترین شخص دنیا، از اون مهمتر خیرترین فرد دنیا حساب میشن، و شما این فرصت رو داشتید که با همسر ایشون ملاقات کنید. اگه امکان داره یه مقداری از اون برای ما بگید، من عکسی رو که شما دارید با ایشون نشون میدم در حین صحبت‌های شما. خواهش میکنم. بله، تشکر. این به هیچ وجه در رابطه با سازمان بنیاد کودک نبوده جناب سربی. این افتخاری که من داشتم از طریق سازمان Save the Children که یک ارگانیزیشن NGO آمریکایی هستش بوده، و در نیویورک این افتخار واقعا بزرگترین افتخار شاید بگم تو کارهای فعالیت های از داره ملاقات با این افراد این مدل بوده. واسه من ملاقات با ایشون بود که در نیویورک انجام شد. البته در یک کمیته بودیم، ما در تعدادی افراد مختلف بودیم، و خانم بیل گیتس که واقعا من فکر میکنم یک فرشته هستن در لباس انسان روی کره زمین. ایشون 62 میلیون دلار چک برای کودکان آفریقا لطف کردن برای جلوگیری از مرگ و میر و بهداشت کودکان آفریقایی. بله، من این افتخار ملاقات با ایشون داشتم، و جدا در رابطه با بنیاد کودک که شما فرمودین، من فاوندر بنیاد کودک توی واشنگتن دی سی بودم، اونم بعد از کنسرتی که آقای داریوش هنرمند عزیز توش عنوان کردن، من رفتم دنبالش و بنیاد کودک رو یه ماه بعدش باز کردم، شده یه شرق آمریکاشو، و بعد در کانادا و بعد در اتلانتا و نیویورک. ولی متاسفانه بعد از چندین سال فعالیتی که زندگیمون روی بچه های ایران گذاشتم، متوجه شدم که متاسفانه لااقل اهدافی که من داشتم
اون سازمان در اون رابطه قدم نمیگذشت و اشکالات قانونی خیلی بزرگی داشتن و من که دایرکتور بودم و به اصطلاح رئیس هیئت مدیره بودم در قسمت شرق آمریکا، ولی استعفا دادم به عنوان ولنتیر و بیرون اومدم. البته بعد از استعفای منم بود که به بنیاد کودک دولت آمریکا رید کرد، دفتر شونا اف بی آی رید کرد و گرفت همه چیزو و یک سال فکر میکنم بنیاد کودک رو بست در واقع، و منم متوجه کارشون شده بودم و تعداد زیادی آقای سوربی پزشکان ایرانی از جای مختلف آمریکا، کانادا، اروپا رو تو بنیاد کودک آوردم. بله، من خودم شاهد اقداماتی که برای بچه‌هایی که بیمار بودن احتیاج به جراحی داشتن اینها شاهد بودم و هستم و به نوبه خودم ممنونم از شما که این کار رو انجام میدید. شما درباره بنیاد کودک گفتید که اون شرکت، این کلمه رید رو که استفاده میکنید، موقعی که یه جایی رو میریزن به اصطلاح میان توی دفترشون و سرزده وسایل و اینها رو برمیدارن میبرن و چک میکنن، و شما گفتید اینها از لحاظ قانونی مشکلاتی داشتن، یعنی حساب و کتابشون درست نبوده. دقیقاً. ببینین جناب سوربی، من چیزی که به مردم اینجا آمریکا پیشنهاد میکنم همیشه ایرانی ها اینه که پول برای کمک به غذا به مردم ببرین در ایران، چون به خاطر تحریمات وحشتناکی که دولت آمریکا متاسفانه روی ایران گذاشته، دادن همه چی غیر قانونیه، غیر از دادن غذا و به اصطلاح food like for hunger، یعنی تحریم شامل غذا نمیشه و دارو به مریض. اوکی، بنیاد کودک جدا وایلیشن های خیلی میجر میکرد و پولشویی میکردن، پولو از اینجا به سوئیس میفرستادن، دفتر سوئیسشون پولو به ایران میفرستاد، چون از آمریکا نمیتونه شما پول به ایران به اون مقدار بفرستین. و بعد من متوجه شدم مسائل دیگه که من نمیخوام راجع به بنیاد کودک منفی صحبت کنم، ولی متوجه مسائل دیگه شدم و اینکه سر من واقعا نمیتونم بهتون بگم آقای سوربی من تا چه حد زندگیم و وقتم و در این حال که دانشجو بودم کار بدن میدونین با زندگی و کار و تحصیلات و غیره، ولی تا چه حد زندگی و وقت من و نفس من رفت روی کارهای بچه های ایران در جایی که متوجه شدم بهشون نمیرسید بدن. حالا در صدمه جدا بود آوردن کودکان بیمارم جناب سوربی از طریق بنیاد کودک به هیچ وجه نبود. من یه کاری که شخصا انجام دادم بود احساس قلبیم بوده، قبل از اینم بوده که حتی دکتر بشم شروع کردم به این فعالیت ها. درمان رو مجانی توی آمریکا از طریق بیمارستان ها انجام به اصطلاح میدادم، ولی آوردن بیمارا و هاوزینگشون و موندنشون در آمریکا رو یه چیزی بود که شخصا متقبل میشدم و با 3 تا 4 تا سناتور آمریکایی کار کردم و میکنم برای آوردن مریض و بسیار موفق بودم. در 2 تا از این کودکان، 28 تا آوردم، 2 تاشون آقای داریوش هنرمند گرامی اینوالو شده بودن و من اینجا لازم میدونم از طرف خودم تشکر کنم از نهایت لطف و انسانیت و واقعا شخصیت این آقا که بی نهایت مهربونن، همچون که خودتون خیلی خوب همه میدونن راجع به داریوش. و من یادم به وقتی که باشون ملاقات کردم راجع به این دوتا بچه بهشون گفتم، حتی من هرگز از کسی پول نخواستم در رابطه با این مریضا و از ایشون هم پول نخواستم، ولی ایشون این آفر رو دادن، حمایت و ساپورت رو گفتن و گفتم من هر کاری بتونم واسط میکنم. بله، ایشون به افراد معتادم کمک میکنن و یه به اصطلاح سازمان و بنیادی دارن. ما هم به نوبه خودمون از ایشون ممنونیم، امیدوارم هنرمندان دیگه هم همینجوری که از قبل مردم به اصطلاح مشهور شدن، به حالا ثروتش کاری نداریم ولی مردم دوستشون دارن، اونها هم این دوستی رو پاسخ بدن و از مردم خودشون نگهداری کنن. من عکسایی رو که شما با
این افراد، مثلا اون یکی که پاش زخمه یا یه نفر هست که صورتش رو پوشونده، با اینها دارم نشون میدم در حین صحبت. یه سوالی که دوستان از من پرسیدن این، چون شما به ایران میری و میای و حتما مشکلی نیست، میپرسن که آیا شما سمت و سوی دارید به طیف‌های سیاسی یا مذهبی یا مسئولین جمهوری اسلامی؟ اگه یه مقداری در این مورد توضیح بدید ممنون میشم. حتما، خواهش میکنم. خیلی ممنون، خیلی سوال خوبی از خودم آورد این سوال میشه. من والا قسم میخوام که به هیچ حزب سیاسی، مذهبی یا غیر ملی، هیچ نوع وابستگی به هیچ جا ندارم. من همونقدر که مورد تایید شاید از مقامات دولت آمریکا هستم، چون بالاخره خیلی میرم میام و اونی که خودم بخوام بدم به جایی الان فقط به ایران میدم، یعنی خارج از آمریکا بخوام ببرم کمکی بکنم فقط به ایرانه. مطمئنن زیر میکروسکوپ دولت آمریکا هستم، چون پول زیادی میبرم ایران و بعد که برمیگردم این پول در طول 10 روز با من نیستش و شما میدونین که تو امیگریشن حتی مقدار دلاری که شما میبرین سکن میکنه دستگاه و میدونه دقیقا شما چقدر میبرین چقدر میارین. در نتیجه زیر ضربین خیلی دقیق دولت آمریکا هستم، متقابلا زیر نظر جمهوری اسلامی از نظر به اصطلاح ضربین بودن. نه، همین که شما بگید که به اصطلاح به جای وابسته نیستید و این فقط علاقه و محبت انسانی بودنتون است که اینجوری کار میکنید، ما قبول داریم. من عکسایی رو میبینم، یه عکسی هست که یه آقای صورتش رو پوشونده و یه عکسی هست که شما یک بچه‌ای رو بغل کردید و یک خانمی داره به شما نگاه میکنه. الان دارم اونو نشون میدم، چقدر این خانم نگاهش زیبا و صمیمیه. اگه در این دو مورد توضیح بدید چیه؟ چرا اون آقا صورتش رو پوشونده و این یکی که خب معلومه این از عشق و علاقه و همین که شما کمک میکنید اینها به این صورت دارن تشکر میکنه، ولی موضوع اون عکسی که صورتش رو پوشونده، بعد ضمن شما عکسی رو فرستادید از اون کمک هایی که انجام دادید و رسیدها و اینها، اونها رو من به نوبت نشون میدم. بله، پرایوت واسه خودتون بود، اگر اونو لطف کنین اونو، من فقط از اینکه شما بیشتر آشنایی پیدا کنین رسیدا بودش، وگرنه اون اصلا it was nothing که من بخوام روی باشه. ببینین جناب سربی، من تمام فعالیت های شخصیم روی کشور ایران فقط روی کارتون خوابا، سلان و معتادین و زایاتیا و کودکان خیلی فقیر. کارتون خوابای ایران متاسفانه گروه زیادشون و معتادین، اینا لایف استایل خیلی خطرناک و جاهای خیلی خطرناک زندگی میکنن. یعنی منم که میرم، من 4 نفر بادیگارد با من میاد، یعنی فکر نکنین جای عادی، یعنی راحت جایی که من میرم خیلی جای خطرناکیه. من جایی که میرم افرادی که توش هستن همینطورن، یعنی صورت ها کاور شده، همین قیافه همین آقای تفلکی که میبینین، اینا کارتون خوابن، معتادن. ممکنه متاسفانه نمیخوام این کلمه رو استفاده کنم، ولی به خاطر بدبختی هاشون، به خاطر دربدری هاشون، توشون دوست هست، توشون چاوکش هست، با من کاری ندارن، ولی آدم های خطرناکی هم میتونن باشن و در گرسنگی به سر میبرن. درد اینه که تو گرسنگی و بدبختی و اعتیاد و پای لخت و زخمای مختلف روی پاشون. در نتیجه اونی که میبینیم، بله، یک کسی هستش که یکی از کارتون خواب ها بود که متاسفانه با اون قیافه شاید چیز میکنه. من سیستان بلوچستان میرم و مشهد بیشتر و اطراف مشهد و در اطراف زاهدان و بلوچستان. خانم زنوسی ببخشید، شما در مسابقه قبلی با من صحبت میکردیم، میگفتید شما با $10 میتونید برای افرادی که گرسنه هستن برنج و روغن تهیه کنید و این خیلی کار جالبی بود، ولی این بار شما به من گفتید که من حتی نمیخوام به مردم بگم که اون $10 رو به من بدن، میخوام بگم فقط یادآوری کنم، تشویقشون کنم که خودشون به هر صورت که میدونن و میتونن کمک کنن. یه مقداری در این باره صحبت کنید لطفا.
خواهش میکنم. بله، پوینت اصلی من که همیشه همیشه خوشبختانه از لطف و محبت بیش از حد مردم ایران و غیره شامل محبت، یعنی شامل محبت اون شدم، پوینت اصلی که میخوام به مردم بگم اینه که بهترین خیریه ها از هر یک دلاری که شما بدین، یا شاید نمیدونم به پول ایران مثلا 1000 تومانی که بدین 600 تومنش میره. اگر 4 دلار به دست اون آدم بدبخت برسه ما شانس آوردیم، ولی وقتی با دستای مهربون خودشون بدن این 100% میرسه. در نتیجه خواهش بزرگی که از همه دارم، حتی امکان به هیچ احدی پولشون رو ندن. حتی تو خانواده من دیدم، من به خانواده خودم مثلا دادم، پولو به مصرف دیگه‌ای به یه شخص تو خود خانواده‌مون دادن و گفتن که خب طرف مثلا میخواسته عروسیشو اینطوری بکنه، مثلا من اصلا فلان جا بره. میدونین آقای بله، مخصوصا پیرو به اون ضرب المثلی که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. بله. دوستان از این ضرب المثل استفاده میکنن و به خودشون و بله. خانم زونوسی، من فیسبوک شما رو دارم نشون میدم و از دوستان میخوام که اگر مایل باشن با شما تماس بگیرن، سوالی داشته باشن، از طریق این فیسبوک استفاده کنن. ولی دیدم که شما همیشه شماره تلفنتون رو در اختیار دوستان قرار میدید و به اصطلاح امیدوارم که اگر کسی کمکی میخواد انجام بده یا میخواد از شما بپرسه که چگونه، چون شما توضیح دادید که برای فود دارو و اینها به اصطلاح مواد خوراکی اینها با وجود همه این محدودیت ها سانکشن و اینها اون آزاد هست. شماره تلفنتون رو لطف کنید خودتون بگید تا دوستان داشته باشه. خواهش میکنم، شماره تلفن من هستش 202-580-91-37 و کدش هم از ایران میشه 201-202-580-91-37. از بخوام در رابطه با همین جمله که شما فرمودین، من سریع اینو حضورتون بگم. آقای سوربی فرمودین که چراغی که به مسجد به خانه رواست به مسجد حرام است. من اعتقاد شخصیم تمام زندگیم این بوده که اون چراغی که به دل یک بیمار و یک محروم واقعی رواست، به خانه و مسجد و بتخانه و کعبه و میخانه و به دنیا حرام است. یعنی انسانیت باید بدون مرز و جغرافیا و خاک و رنگ و مذهب و نژاد باشه. خونه ای وجود نداره دیگه آقای سربی این روزا. کودکی که بودان و بلوچستان هستش محروم تره از کودکی که تو تهرانه احتمالاً. در نتیجه به اون کودک سیستان و بلوچستانی باید کمک کرد. اونی که توی اونور زاهدان یا هرمزگانه اون محروم تره تا کودکی که توی مشهد کنار حرم مطهر آقای امام رضاست. در نتیجه خانه خانه جاییه که دل یک انسان دل شکسته هستش. مسجد همونجاست و خدا همونجاست و زیارت همونجاست. از اونایی که سفرهای زیارتی مختلف به کربلا، به مکه، به مشهد که من خودم عاشق این سفرها هستم میرن، میخوام خواهش کنم شاید یک سفر رو در سال اگر بتونن دونیت کنن پولش رو به یک محروم. و یا اعیاد مذهبی جناب سربی، نیمه شعبان، تولد امام زمان، مخصوصا من... این ماه، آخر این ماه اون ماجرای عید فطر و اینها. ببینین من اگه بتونم فقط یک جمله رو از خودم به یادگار بذارم اینه که هر کسی هر اعتقادی داره بسیار زیبا و قابل احترامه. از حضرت عیسی مسیح تا حضرت موسی کلیم الله تا امام زمان، هر کی به هر اعتقادی که داره عالیه. ولی آیا امام زمان احتیاج به دعای من و شما و صلوات دارن؟ آیا ایشون در سلامتیشون ما نیاز به صلوات داریم؟ آیا امام حضرت عیسی مسیح برای رزرکشن و برگشتشون نیازه که ما میلیون ها میلیون میلیون دلار تو کلیساها خرج کنیم و برنامه مس و سلبریشن ایستر بگیریم؟
نه اونا اونقدر قادر و توانا هستن که نیازی ندارن. اون کسی که نیاز داره اون بچه هست، اون زنه و اون پیرمردی که تو آفتاب این موقع تا الان ساعت 9 شب تهرانه، بعد از افطار نشسته هنوز داره چیزاشو جمع میکنه که برای فروش برده بوده و دهن روزه برمیگرده خونه. و بعد احترام به ایناست آقای سربی، خیلی ها به خاطر مخالفتی که با دولت جمهوری اسلامی دارن توهین میکنن به دین اسلام، به دین یک انسان محروم. این بزرگترین خیانت به یک کارتون خوابی که دهن روزه هستش که به مادر اون و به مذهب اون توهین کنی. در نتیجه اگه کسی مشکلی داره به نظر من باید به اون شخص توهین کنه، نه به اون انسان و مذهب اون انسان. نمیدونم make sense. بله بله. من با کارهای آقای دونالد ترامپ خیلی مخالفم و یا خانومش رو. بله. گذشته یه کارهای خانومشون، ولی ایشون یک صلیب تو گردنشه. آیا من باید به دین عیسی مسیح از اخبار الله حضرت عیسی توهین کنم؟ نه. من به شخص توهین میکنم و یا توهین که نه به شخص ایراد میگیرم، ایراد انتقاد. بله. ولی به یه کارتون خواب کنار وایت هاوس که مسیحیه، آیا من باید به دین مسیح توهین کنم؟ نه. در نتیجه کارتون خوابای ایران، زایاتیای ایران، کودکان یتیم محروم طبقات پایین ایران همه مسلمونن، همه قرآن میخونن. در نتیجه استدعا میکنم از عزیزانی که کلیم میکنن طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستن، که من بیشتر از اونا اینا رو میبینم، استدعا میکنم به قرآن اونا و به دین یک کارتون خواب توهین نکنین. همونطور که خود شاهزاده رضا پهلوی هزار تا عکس دارن که حرم حضرت رضا ذریح رو دارن میبوسن. در نتیجه مذهب هر انسان بهایی، یهودی، مسلمان، غیر مذهب، غیر مسلمان، اصلا یا کافر، همه قابل احترامه. بسیار ممنونم از شما خانم زنوسی. امیدوارم حالا که به اصطلاح برگشتید در سفر، میدونم گفتید باز در سفر خواهید بود، ولی با ما باشید بیشتر تا بتونید با دوستان صحبت کنید. و خیلی ممنون لطفتون. یک کلمه کوتاه صحبت از هنرمندان شد، جاش که از خانم گوگوش عزیز و نازنینم تشکر کنم. ایشون کما بیش در موارد مختلف حمایت‌های روحی، حمایت‌های ساپورت، یعنی ایموشنال مورال، از هر نظر ساپورت دادن و من به نوبه خودم هم از ایشون هم از داریوش گرامی واقعا تو جامعه هنری تشکر میکنم. بسیار ممنونم از شما، امیدوارم که در کارتون موفق باشید و همین که به دیگران کمک میکنید، من مطمئنم که حالا یا دین و مذهب و خدا و اینها یا طبیعت و به اصطلاح گردش روزگار به شما صد برابرش رو کمک میکنه و عوض میده و همون رضایت خاطری که خودتون دارید بیشتر از هر چیز ارزش داره. خیلی ممنون که با ما بودید. تشکر آقای سربی، خیلی ممنونم، زنده باشی. مرسی. خدا نگه دارتون باشه. دوستان عزیز، با خانم دکتر نسترن زنوسی بودیم و یک بار دیگه فیسبوک ایشون رو نشون میدم، به همین اسمی که میبینید نسترن زنوسی، و میتونید باشون در تماس باشید. شماره تلفنشون هم هست 202 ایریا کد واشنگتن 580-91-37. برنامه رو پی میگیریم با برنامه خودم سربی با مردم و دیگر برنامه‌هایی که از تلویزیون مردم پخش میشود. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و با ما باشید، با بینندگان باشید. از اینکه با ما بودید ممنون، متشکرم. این ویدیو تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب هم قرار میگیره و شما میتونید با دوستانتون به اشتراک بگذارید. مرسی. با امید روزهایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. ممنون که بودید و امیدوارم باز هم با ما باشید.